در برنامه این هفته به مناسبت روز جهانی زنان با یک بانوی انجینیر صحبت میکنم که در طراحی عین‌المینه ولایت کندهار سهم داشته. بینده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. طوری که میدانین امروز مصادف است به 8 مارچ و روز جهانی زن. امروز میخواهیم با یک بانوی انجینیر صحبت کنم که ایشان نه تنها در امریکا در یک کمپانی بسیار خوب کار میکنن و در پروژه های مختلف سهم داشتن، بلکه در افغانستان هم کارهای کردن که یک نمونه کارشان شهرک عین‌المینه ولایت قندهار است. امروز با اونا صحبت دارم که در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فراز و نشیب زندگیشان امروز صحبت های خود داشتیم. انجینیر صاحب سهیلا سانی شکیب، یک دنیا تشکر از اینکه فرصت دادین تا امروز بیاییم با شما آشنا شویم و از قصه های زندگی شما بشنویم. ممنون شما دابو جان، جان سپاس از اینکه شما موقعی به من دادین که با شما صحبت داشته باشم و راجع به تجربه ها و کارها و مشکلات زندگی نشیب و فراز زندگی صحبت داشته باشم. انجینیر صاحب، چرا انجینری؟ به خاطر از این سوال پرسان میکنم که انجینری یکی از مسلک‌هایی است که بیشتر آقایان به او علاقه دارن و اکثرا آقایان در این بخش کار میکنن. در افغانستان خب شاید اکثریت کل باشه، اما در امریکا هم تعداد بانوانی که در بخش انجینری کار کنن به ویژه در بخش انجینری ساختمانی کم است. چرا انجینری؟ خب ما انجینری به خاطر دوست دارم که کار تکنیکی است و طراحی و اینا رو زیادتر دوست داشتیم و همچنان چالنج با یا کار با طبیعت، از خاطر انجینری لند دیولپمنت انتخاب کردیم. گپ شما بخیر، درست است، کار ساده نیست انجینری بر خانم ها، خصوصا در هر جایی که میره کار آدم کار میکنه یکان دفعه از طرف آقایون یکمک به حساب پایین تر زده می شدم، برازی که میگن خانما وقدر چی کار داره که کار انجینری کار کنن. اما ما خوشبخت هستم که رشته را انتخاب کردیم و دوست دارمش، با طبیعت سرکار داشتن، با یک از طریق انجینری، کارا انجینری بتانم بر اجتماع، به مردم و بر یک کمیونیتی خود خدمت کرده باشم. بیاین که در ابتدا قبل از اینکه با شما بیشتر آشنا شویم، مشکلات را که به عنوان یک بانوی انجینیر شما روبرو شدین چی ها بوده؟ خب مختلف است. بعض وقتا در دفاتری که کار میکنم اکثرا خب آقایون زیادتر وقت میتن نسبت به خانما، و خانما باید بسیار تلاش کنن که بر از اونا نشان بتن که ما هم میفهم، ما هم یاد دارم، ما هم میتونم این چیزی کرده تا که موفق شون. و بعض وقتا ایتر اتفاق مفته که بعض کارهایی را که مثلا آدم انجام میته یا من انجام داده باشم، باز در وقتی که در صحبت ها میشه بعض وقتا آقایون کوشش میکنن کردیت خودشان بگیرن، از خود صحبت کنن، یاد نکنن، از این چیزها یکان دفعه اتفاق افتاده. کار انجینری قسمت خصوصا لند دیولپمنت کار سروی هم داره، او اخی یکان مشکلات خود داره از نقطه نظره که بس سایت رفتن اینا بر خانم های کمک مشکل است. اما ما هر خانمی که همتش داشته باشه تصمیم بگیره کار سخت نیست، میتونن انجام بدن، واضح است تا بالای های خود زیاد داره. شما انجینری در افغانستان خوندین یا بیرون از افغانستان؟ خوشبختانه، وزی خوشبختانه میگم که این امروز که شما گفتین روز زن است و امروز زن افغان محروم میکنن از خواندن درس و تعلیم و مکتب و فاکولته. من خوشبختانه مکتب در افغانستان خوندیم. آرزو میکنم که باز دروازه های مکتب و پانتون ها بروی خانه ما باز شود. از خداوند تمنا می کنم که این راه آسان بسازه برای خانه ما که دروازه ها برشان باز شود تا اونا بتانن درس بخوانن، تا اونا بتانن برن چیزی را که می خواهند در آینده شوند به مو چیز برسن. تا کدام مقطع در افغانستان درس خوندید و چی وقت؟ ما در
افغانستان دوره مکتب خلاص کردم، بعد از فاکولته را در پلی‌تکنیک تمام کردم و یک مدت بسیار کم در ریاست ساختمانی وزارت معارف مورد بایس انجینیر کار کردم. چه وقت در افغانستان بیرون شده؟ سال 1980، آخرای 1980، جولای این وقتای 1980 بود که از افغانستان خارج. کجا رفتی؟ آلمان رفتم، پسرم خالد امرایم بود، یک سال پسر بود، شکر است آلام و امرایم آلمان رفتیم، بعد از او شوهرم هم امرایم پیوستن در آلمان، در مدت تقریبا کمتر از 2 سال بودیم و بعد از آلمان آمدیم اینجا. متاسفانه شوهرم در آلمان به سر حادثه ترافیکی از دست دادم و امرای پسرم آمدم امریکا، دیگه زندگی سخت خود باز از اینجا شروع کرد. پس از اینکه شوهرتون از دست دادین ازدواج نکردین؟ نه خیر، نه ازدواج نکردم و مسئولیت را که احساس میکردم مقابل پسرم برای من بالاتر از هر چیز دیگه بوده و خواستم که یک مادر خوب برش باشم، یک الگوی خوب برش باشم و بتانم او را تربیه کنم و به جامعه تقدیمش کنم. شما میفهمید که بسیار زیاد مشکل است که وقتی که یک والدین می باشه و خصوصا در یک ملک خارجی و که هیچ آشنایی نداری میایی و هیچ کس هم نیست که کمکت کنه، بسیار به سختی های زیاد مواجه می شدم. دیگه از خاطر من گفتم بهترین راه کار می است که من تا حد توانم که اثر چی است خود کوشش کنم که اولاد من به یک تربیه سالم داشته باشه و بتانه که آینده خوب داشته باشه. از خاطر تصمیم گرفتم که مادر خوب باشم. فرزندتون چی میکنه فعلا؟ خوشبختانه وکیل است، وکیل امیگریشن است یا مهاجرین در امی امریکا و از خود دفتر خود داره و بسیار موفق است، بچه خوب است. نمیگم که من مادرش هستم، کسایی که میشناسنش بسیار دوستش دارن و دیگه پسر خوب است. بسیار خوب. موضوع انجینری دوباره در امریکا چگونه آغاز شد؟ کار در بخش انجینری؟ لطف خدا و اول. وقتی که ما در امریکا آمدم بسیار مشکل بود از اینکه من چطور زندگی رو شروع کنم با یک پسر و ایران باید در یک مکتب یک جای شامل کنم و اینا باید کار میکردم. باز اونجا خوشبختانه یکی از کسانی که من قبلا میشناختم و شوهرم میشناختن که اونا در اینجا تحصیل کرده بودن بر من کمک کردن، یک ریزمی تیار کردن و ریزمی رو من گرفتم و تمام دفاتر انجینری روان کردم که اگر بشه که من کار پیدا کنم. خوشبختانه لطف خداوند بوده، هر چی که بوده از طرف خداوند لطف کردن، لطفش بوده که من یکی از دفاتر انجینری شامل کار شدم و دیگه البته شامل کار شدم ساده نبود، برای اینکه انگلیسی کمتر میفهمیدم و اینجا از خود چون مسلکی است رشته امو سرتیفیکیت ها و اینای خود امریکا رو میخواین. ما که دوبارم روشن صحبت کردم گفتم ما چی تنها دیگری ما دیپلم ما است اما ما کدام سمپل ندارم، اونا میخواستن سمپل. باز من اونجا به پیشروشان کار کردم، گفتم بر ما بتین قلم کاغذهای انجینری رو بتین، من برتان کار میکنم. امی کار کردم و اینا که دیدن بسیار خوش شدن، باز ما دو دفتر شروع کردم به کار. باز اونا لطف کردن از اینکه من دیدن که من چیزی میفهمم، باز بر ما اسکالرشپ دادن تا که کلاس ها و هم کورس هایی که داشتم باید بگیرم. باز کدام بخش شما به طور مشخص اینجا درس خوندین؟ سابربن دیولپمنت یا شهرسازی و امیلند دیولپمنت، در این رشته به حساب کلاس ها و کورس های خود گرفتم و درس خود در این رشته خواندم. باز امو سال 1983 که در دفتر انجینری اوربن انجینیرینگ شروع به کار کردم، برای یک مدت باعث رسام کسی که درافت میکرد باز کار کردم. بعد از تقریبا 5 سال شروع کردم که باعث انجینیر کار کنم، جونیر انجینیر و باعث تایسته اما طور پیش رفتم. باز در کمپنی های دیگه کلان دیگه انجینیری نوردن ویرجینیا کمپنی های کلان دیگه شان شروع به کار کردم و بالاخره آیسته آیسته ما از قسم درافتینگ رفتم به پروجکت منیجر و تیم لیدر شدم در کمپانیا. باز بالاخره در سال 2006 چون دیدم که خودم بسیار چیزها را میفهمم و میتونم کرده، باز کمپانی خودک به نام
سانی کنسالتینگ گروپ است ایجاد کردم در 2006 کمپینی انجینری را که فعلا دارم. شما شرکت شخصی انجینری دارین خودتا؟ بله بله. و کار میکنین در بخش؟ بله. چند نفر کارمند دارین؟ ما 6 نفر تیم داریم و در غیر از او گروپ های دیگه که خارج از تیم ما هستن که باز اونا را برشتای به قسمت های مخصوص برشان به حساب ازشان میخواییم کار میکنن که یک تقریبا یک در حدودی که اونا را حساب کنم تقریبا 15 نفر میشه، اما ما 6 نفر گروپ هستیم که کار میکنیم. ما در سال 2006 وقتی کمپانی خود شروع کردم تا سال 2018 اما تو همیشه دمو کمپانی مصروف بودم. باز ارگان دیگه است به نام Engineers Surveyors Institute که ما عضوشان هستم و خواهش کردن که اگر شبه که ما امرایشان همکار شدم که پروژه که مربوط کاونتی فیرفاکس است وقتی که سبمیت میشه از طرف کمپانیا باید یک بررسی شوه که درست است و خوب است و بتانن به زودتر اپرووال بگیرن. گفتن اگر امرای ما همکار شدی. باز از سال 2018 آخرای 2018 ما به Engineers Surveyors Institute باید سینیر انجینیر کار میکنم و پروژه که مربوط فیرفاکس کانتی هست رو ما بررسیم. بله، پروژه که مربوط به ناهی فیرفاکس ایالت ویرجینیا میشه. بله، همی کانتی فیرفاکس. بله، بسیار بسیار جای افتخار است. یک خانم و هم افغان که دی بخش کار میکنین. تا جایی که ما آگاهی دارم شما در پروژه مختلف در امریکا سهیم بودین، به ویژه شما به طور رضاکار تا جایی که ما آگاهی دارم در بعضی از پروژه های عامل منفع همکار بودین که از جمله یکی از پروژه هایی که اکثر افغان ها در ویرجینیا و حتی بیرون از ویرجینیا و در امریکا و خارج از امریکا آگاهی دارن، مسجد جامع مصطفی است که یکی از عمده ترین مراکز اسلامی در شمال ویرجینیا است. شما در ساختن از بنیاد سهیم بودین و همکاری های زیاده کردین. در کل در رابطه با مسجد مصطفی و پروژه های دیگه کار کردین که معلومات بتین. مسجد مصطفی را از زمان ایجادش، از وقتی که زمین خریدن و بعد از او اجازه گرفتن ساختن مسجد در اون منطقه گرفتن، ما همراهشان هم کار بودیم که فعال کار کردیم و تا زمانی که پروژه هایش و دیزاین های پلان ها تو آماده شد و در دوران کانستراکشنش همراه کانترکتر ها کار میکردم و بعد ما به حساب رئیس کمیته انجینری امو وقت کانستراکشن به حساب کانستراکشن منیجمنت میگه رئیسش انتخاب شدم از طرف گروپ افغان اکادمی و مصطفی سنتر که خوشبختانه امرای تیم انجینری دیگه دوستا که آقایون بودن امرای از اونا هم کار بودم و از کار اصلی خودم که کار میکردم خلاص که میشدم ساعتای 4 بجه تا ساعتای 10 بجه شب تا ما در تریلر می بودم امرای همکارای ما و امرای امو کانترکتوری که زلمه جان نیاز بودن امرای از اونا هم کار بودم و چی امو مشکلات را که اونا داشتن رفع می کردم. خب مصطفی سنتر از روز از زمان زمینش تا آخر امرایشان هم کار بودم، هم نوزم هم کارشان هستم و باز مصطفی سنتر یک پروژه دیگر هم ایجاد کردن که بنا فینول چپل است، مصطفی فینول یا میتخانی مصطفی سنتر است که مقابلش قرار داره. او رو هم از رو از ابتدایش که اجازهش گرفتیم و دیزاین های سایتش کردیم و در حساب آلم در کانسترکشنش همراهشان همکاری دارم و او رو بررسی میکنم و در غیر از او در پروژه های بسیار عامل منفی دیگه و خصوصا امی مراکز اسلامی یا مسجد ها و اینا از هر کسایی که بوده چی افغان غیر افغان از ایتوپیا از پاکستان از اینا ما در کار بودیم. مثلا دار نور در پرنس ویلیام کانتی هستن مسجد ما سور ما مسجد ما میگم مسجد شما از اول هم روشان هم کار بودیم و در وقتای اول ابتدایی که شروع کانسترکشنش بود با دیگه آدم سنتر چندین مرکز دارن در تمام مراکز از اونا هر وقت اینا از ما همکاری خواستن امروشان کار کردیم به طور رضاکار پروژه های دیگه که تصادفاً اینا وقتی که یکان کسی که میخواین که مسجد یا ریلیجیس فسیلیتی را ایجاد کنن وقتی چک میکنن در کانتی فیرفاکس اینجا که وقتی که میبینن که نام ما هست یا ما کار کردیم باز تماس میگیرن ممراشان یا استدیا یا مطالعات اولی را برشان کردیم و همکاری های خود تا حد توان که بوده امراشان داشتیم. بسیار خوب، میایم سر مسئله عینومینا به خاطر که در ابتدای برنامه یادآوری کردم. در وانسون چی کارا کردین در پلوی عین‌المینه
در کل اگه کارهای کردین بر ما یاد کنید. در افغانستان در بعد از اینکه امریکا آمدیم، پس دوباره بعد از 9/11 که رفتیم در 2002 پس دوباره افغانستان رفتیم، در اونجا ما چندین بار در افغانستان رفتم. از اینجا ما رخصتی بدون معاش میگرفتم. ما در افغانستان در ریاست ساختمانی، در ریاست شهرسازی و خانه‌سازی، وزارت فایدامه انکشاف دهات، در اونجا با امرایشان امرای انجینرها ترینینگ میدادم، کلاس میدادم یا معرفی میکردم همی تکنولوژی خارجی را بر در داخل افغانستان. اونجا بسیار زیاد رفتیم، این کارها را کردیم برشان. و دیگه ای که سر کود استاندارد که در افغانستان کمتر از اون قدر استفاده میکنن یا نمیخواین که امور به حساب در تطبیق کنن، سر از او زیاد تماس زیاد داشتیم امرای امی وزارت خانه. و چون ما عضو انجمن انجینرهای افغان هستم که از سال 1991 به این طرف ایجاد شد در خارج از کشور و ما تقریبا زیاد عددتر از 400-500 عضو داریم، از طریق انجمن انجینیر افغان همکاری های زیاد به افغانستان ما کردیم. و یکی از پروژه‌ای که او تطبیق نشد اما ما کار کرده بودم به نام مجاهد مینا، یک شهرک مجاهد مینا را ایجاد کرده بودم که در اون زمان امچه مسعود رئیس صدر اعظم افغانستان بود، بر از اون را بردیم که خواستیم که معرفی کنیم که یعنی لند development یا شهرسازی در دنیای خارج به چه قسم یعنی تطبیق میشه و به چه قسم طرح و دیزاین میشه. یکی اینمی کارها رو زیادتر کردیم و فعلا هم در افغانستان مثلا اگر کمک می باشه یا چیزی هست برای انجینرها از طرف انجمن ما حاضر هستم فعالیت. در اینومینا سهم شما چی بوده؟ چی کردین؟ اینومینه را ما امی شهرک اینومینه را امی یک تر پلانگذاری چندین ساله میگن که امو شهرک دیزاین کردم. باز بعد از یک سکشنش دیزاین کردم که مطابق از اون سکشن اینا تمام سکشن ها چی کردن ادامه دادن، مثلا این سکشن باز با پالوش همون سکشن ادامه دادن. و که ما اینی یک تر یک چی هست امی گرافس سکشن میگن که ما از اینمی استفاده کردم و اینومینه را کارش کردم که یعنی تمام سرکا مثل گراف واره، مثل واشنگتن دی سی. خوب، بسیار خوب. بله، جالب است. شهر واشنگتن دی سی هم واقعا بله که اگر شما بین در وقت اینومینه را به نام کندار ولی میگفتن. خوب. در پروژه که ما شروع کردیم به نام کندار ولی که مثلا در مرکز، در اینجا مرکز مسجد و چندین مسجد اینجا میبینید، در چهار طرفش مسجد و خود داون تاون یا مو مرکز شهر در اینجا باز بعد از او مثل گراف واره پیش رفته بود کلگیش و منازل مسکونی و باعث فابریکه ها و در این قسمت بالا کنجا در اینومینه اینجا یک تپه یک کوه وجود داره. در اینجا ما یک ذخیره آب در نظر گرفته بودیم که باید از اونجا بتانن اگر آب بیارن برسانن به اینجا. باز ما یک سکشن از این دیزاین کردم برشان کنم سکشن اینا باز ادامه در هر قسمت چی کرده تطبیق کرده تکرار کرده بسیار عالی. بسیار عالی. در رابطه با شهر واشنگتن دی سی گفتین، واقعا معلوم متوجه شدم که شهر واشنگتن دی سی هم به شکل گراف ساخته شده. بله. بله. عزیز بسیار جالب است که جاده هایی که از شمال به جنوب افتاده در شهر واشنگتن دی سی به شماره است و جاده هایی که از شرق به غرب قرار گرفته اونا به حروف است. بله. و این بسیار آسان می سازه پیدا کردن آدرس ها را و بسیار یک شهر جالب است و در مرکز شهر همی تعمیر کانگرس امریکا موقعیت داره. شما هم در وسط حتما مسجد بزرگ ساختین. بله بله، در وسط باز در اطراف باز مسجد های خورد. بله. بسیار جالب. بله. است. والا شما از در اینومینه یک معلومات جالب که در طراحی اینومینه از شهر واشنگتن دی سی الهام گرفته شده، از طراحی شهر واشنگتن دی سی. بله. بسیار جالب است. بر ما امروز اینومینه یکی از بهترین شهرهای افغانستان است و در ولایت قندهار واقع است. بله. در حال است که فرمان من رفتن دخترها هم از قندهار
در افغانستان صادر میشه و ما یک بانوی موفقی را داریم که اگر شما درس نمیخواندین اما عینومی نیه که در قندهار است شاید به یک شکل دیگه ساخته میشد یا نمیشد، یعنی شما سهم دارین در اونجا. من میخوایم واکنش شما را در رابطه به می فرمان داشته باشم در روز جهانی زنان که امروز در افغانستان یک کتله بزرگ از انسان ها از رفتن به مکتب و آموزش محروم هستند. جای تاسف است، واقعا جای تاسف و تاسف است که تو یک اعلامیه صادر شده. این نقص حقوق بشر است که یک قشر از جامعه را نادیده بگیرن، یک قشر از جامعه را سرش مثل که خاک پرتن. واقعا جای تاثر و تاسف است برای اینکه زن خودش تکمیل کننده یک جامعه است امراه با مرد، و من متاثر هستم از تو یک تصمیمی که گرفته. واکنش من شدیداً اظهار تاسف و تاثر است دیگه، این نقص حقوق بشر است. امیدوار هستم که جهان متوجه از این تصمیم ها شوه. امیدوار هستم که ملل متحد و جهانی که سر حقوق بشر کار میکنن، کسایی که سر حقوق بشر مطالعه دارن کار میکنن، اینا متوجه شوند طرف طرف افغانستان، سر خانم های افغانستان که چی مشکل بر ازنا ایجاد شده. نادیده گرفتن یک قشر از جامعه، نادیده گرفتن یک موجوده که خداوند خودش به وجود آوردش. امروز اینا اتو یک اعلامیه را صادر میکنن، قابل واقعا جای تأثیر و تأسف است. در جهان اسلام در وقت حضرت پیغمبر خانم ها بی بی خدیجه، بی بی فاطمه، بی بی عایشه، بی بی زینب که در وقت دهم محرم استاد میشه بیانیه میته و گپ میزنه، اینا را کلش اونا زن بودن. و دیگه ای که مادر هر پیغمبر زن است. من هیچ نمیفهم که از کدام چیز اینا الهام گرفتن. جای تاسف است و من برشان متاثر و متاسف است. یک سوال بسیار جالب در ذهن ما میگرده انجینیر صاحب، اگر شما در افغانستان بزرگ می شدین که مثل شرایط کنونی اجازه رفتن به مکتب نمی داشتین و به می شکل مهاجر می شدین بیرون می آمدین، زندگی شما چگونه می بود؟ بیاین که به شکل طرف این مسئله نگاه کنیم، با چی مشکلات روبرو می شدین؟ سوال بسیار خوب و سوال عجیب غریب به نظر من می آید. واقعا من چی می کردم؟ ما شاید بفتیگان تاتل باطل میموندم، هیچ چیز نمیتونستم کرده. بخاطر از این که وقتی که درس نمیخوندم، وقتی که هیچ چیز را نمیفهمیدم که من چی کنم، چطور رای زندگی یافت کنم، شوهر هم از دست دادیم، یک طفلم به امرای من هست، من چطور زندگی را پیش ببرم، به اندازه مشکل می بود که من تصورش نمیتونم کرده که چقدر سخت می بود. واقعا سخت می بود، برای اینکه رای خدا گم می کردم. اینکه رای خدا گم می کردم، با کدام راه، با کدام جهت می رفتم، خدا می دانه. برای اینکه کار ساده نیست. یک زن عقد داره که به مطالعه درس بخونه، یک زن عقد داره که مکتب بره، یک زن عقد داره که چیزی که در دنیای از نقطه نظر تکنولوژی و یا علم و دانش، هر چیزی که در دنیای بیرون است، او هم با خبر باشه. برای اینکه هم به حساب عسکری خداوند است. من فکر میکنم که اگر من درس نمیخواندم و در امریکا میامدم، من نه اینومینه را دیزاین میکردم، نه امروز مستر خدمت به جامعه مسلمان و افغان خود که در این امریکا هستند، در این منطقه هستند، من امراشون به اندازه هم کاری دارم، هیچ چیزی نمی کردم. شاید یک آدم می بودم، نان می خوردم و یک کار روزمره را می کردم که امرار معاش کنم، مورم به چه قسم. واقعا آتل باطل می بودم. آیا شما با کسای آشنایی دارین که درس نخوندن
و به کشورهای غربی به ویژه به امریکا مهاجر شده باشند، زندگی از اونها هم توجه شدین؟ چگونه است؟ بله ها، چرا نه، دیدیم به یک تعداد مواجه شدیم، امرای بعضی دختر خانما یا خانمایی که آمدن به حساب درس نخوندن، لسان نمی فهمن، از دنیای خارج معلومات زیاد نداشتن، برشان به اندازه مشکل بوده، به اندازه سخت بوده که اینا بتانن امو زندگی عادی خوده، حتی عادی زندگی عادی رو پیش برن، مثلا یک دکتر رفتن از یک بازار رفتن از اینا را، تا که یک کس نباشه که ببریشانه یا یک موتر نباشه یا یک چیز برزی کنه، یک چیز را نمیفهمن، هیچ آشنایی ندارن در اینجا. اونطور دیدیم که واقعا سخت است. اما ما شما از اینجا را گپ زدیم، حتی در افغانستان که لسان میفهمن سرویس از دیگه است، اما امو خانم، دختر خانمی که در مبین خانه میشینه یا زنی که اجازه کار نداره، او چه قسمت را معاش کنه فامیل خدا؟ جنگ ها 40 سالی افغانستان، زیادتر مرد در جنگ ها از بین رفت. بله. زیادتر فامیل ها، شاید خانم ها داشت زیادتر باشند، دختر خانم ها باشند، یک پسر خرد، یک دختر، یک اولاد خرد پسر اگه داشته باشند، اونا مجبور میشن که اولاد خود به سرک روان کنن، برو کار کو که یک چیزی، یک توتنان یا یک چیزی را یک شب بگیری بیاری خانه، ام زندگی خود از او زن به بدبختی، ام زندگی اولاد خود که حتی پسرم باشه به بدبختی مواجه است. انجینر صاحب، بازم با استفاده از فرصت روز جهانی زنان به شما تبریک میگم. شما ماشاءالله یک زن بسیار موفق هستین. ما آرزو دارم که ما چهره های زیادی، زنان زیادی را مثل شما داشته باشیم. ممنون شما داود جان. من از این فرصت استفاده میکنم، روز جهانی زن با خجالت برای زنان داخل افغانستان تبریک میگم. گلونم گرفته برای که میگم روز جهانی زن، اما اونا حقوق که حقشان است ندارن. ما برشان تبریک میگم، عاجزانه برشان تبریک میگم، به تمام زنان جهان تبریک میگم و به زن مظلوم افغان ما که در داخل افغانستان هستن، از خداوند آرزو میکنم که راه چاره برشان پیدا شوه و زندگی آرام و خوب داشته باشن و در پناه حفظ خداوند باشن. جنر صاحب، یک دنیا تشکر از وقتتان. ما آرزوی موفقیت بیشتر به شما دارم. امید است که دایندا هم بازم ببینیم. ممنون شما. تشکر. بیندو عزیز، این بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز جهانی زن، مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تاثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا از ششم ماه مارچ و فراتر از آن فراموش نکنید. در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.